آدم های بظاهر خوشبخت و بیدرد چقدر می توانند لبریز از خشم و نفرت باشند؟ آنان کودکان خود را از بین می برند، پدران و مادران خود را به قتل می رسانند، خواهران و برادران خود را نابود می کنند و یا خود دست به خودکشی می زنند. و خشونت چه ساده و ناگهانی اتفاق می افتند. ترس در کمین است و تنها یک کوچه، یک نامه، یک کلیک و یا یک تلفن با انسان فاصله دارد. جویس کارل اوتس به زیبایی این مقوله را در داستان روایت کرده است. یکی از داستانهایش که زبالدانی نام دارد نشان می‌دهد زندگی کردن در خانه بزرگ و مجلل واقع در امن‌ترین و اعیان نشین‌ترین محله‌ها تضمینی برای خوشبختی نیست، چرا که روزی جسد پسر 19 ساله خانواده میان زباله‌های شهری پیدا می‌شود و این سرنوشتی گریز ناپذیر است. جویس کارل اوتس در داستانهایش حقیقت‌های ناگوار را ناگهان رو می‌کند و با ذهن خواننده بازی می‌کند. عقده‌های جنسی و خیانت مفاهیم اقرارآمیز داستان‌های اوتس هستند. او خود را جای شخصیت‌های داستان می‌گذارد و اجازه می‌دهد خود را ابراز کنند. مثلا در داستان شوهر عزیزم، زنی به همسرش نامه نوشته و دلیلش را برای قتل فرزندانشان شرح می‌دهد. در این میان نویسنده سعی می‌کند کنار بایستد و اجازه دهد سرخوردگی‌ها، سردرگمی‌ها و جنون این زن به صورت طبیعی بیان شوند. این داستان برگرفته از روایت واقعی زنی است در هیوستن تگزاس که در سال 2002 5 فرزندش را در وان حمام خفه کرد. هر یک از 14 داستان به گونه شکست را تصویر می کند. شخصیت های داستان های کارل گاه انقدر خود محورند که نادانسته خود بیزاری، دشمنی و خشونت می آفرینند. کارل در این مجموعه سعی کرده قصه زندگی خانواده های آمریکایی در عصر معاصر را روایت کند. هر یک از شخصیت ها در برابر یأس، انزوا، تضاد نسل ها، رازهای پنهان و عشق های مسموم قرار می گیرند و سرنوشتشان به گونه‌ای کاملا غیر منتظره رقم می خورد.